سفر پنج روزه پروفسور لودویگ ارهارد، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان غربی به کشور ما، با توجه به مقام شامخ علمی و سیاسی ایشان اهمیت بسزایی دارد. پروفسور ارهارد که به پدر اقتصاد آلمان معروف است، به اتفاق همراهان و سفیر کبیر آلمان از هنرستان صنعتی تهران بازدید می کنند. هنرستان صنعتی تهران را دکتر شترونگ آلمانی بنیانگذاری کرده و کارگاه‌های مختلف آن با وسایل و ماشین‌آلات اهدایی از طرف آلمان مجهز گشت. سال 1286، چند سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول، نخستین هنرستان صنعتی ایران در تهران توسط آلمانی‌ها ساخته شد. این مدرسه به عنوان اولین مرکز صنعتی آموزشی ایران شناخته می‌شود. مدت بسیار کوتاهی پس از افتتاح این مدرسه که کار خود را با دو رشته آغاز کرده بود، جنگ جهانی اول آغاز شد و همه نیروهای آلمانی از ایران خارج شدند. پس از شروع جنگ، شاگردان هنرستان صنعتی ایران و آلمان پراکنده شدند و بعد از پایان آن دوباره به این مدرسه بازگشتند. از سال 1300، این هنرستان با نام مدرسه صنعتی دولتی دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. نقطه‌ای که ایستادیم خانه اشترونگ معروفه. آقای اشترونگ، دکتر اشترونگ 1301 دعوت به ایران میشه به عنوان اولین رئیس مدرسه صنعتی دولتی. نام قبلی این مدرسه بوده مدرسه ایران آلمان. این مدرسه ایران آلمان در 1286 هجری شمسی تأسیس میشه، برابر با 1907 میلادیه. بعد از جنگ اول جهانی که مدرسه به تعطیلی میخوره، آلمان ها رو اخراج میکنن از ایران، آقای اشترونگ مجدد دعوت میشه، قرارداد فرهنگی بین مجلس ایران و دولت آلمان بسته میشه، ایشون دعوت میشه به ایران. مدرسه رو که ایشون هم دکترای شیمی داشته، به عنوان اولین رئیس مدرسه صنعتی انتخاب میشه. نیروهای خودشون رو که مدرسین خارجی بودن چند تا رو دعوت میکنن، استخدام میشن. اون آقایون هم با مجوز مجلس شورای ملی که شروع به کار میکنه، ایشون دعوت میشه و مدرسه رو پایه‌ریزی میکنه. این ساختمونی که ملاحظه میکنید هم دفتر کار آقای دکتر اشترونگ بوده، هم محل سکونتش بوده. سال 1337، پس از انعقاد قراردادهای فرهنگی میان ایران و آلمان، چهار هنرستان صنعتی دیگر به غیر از تهران در فارس، تبریز، اصفهان و مشهد تأسیس شد و دولت وقت آلمان بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات این هنرستان‌ها را تأمین کرد. یعنی به پنج هنرستانی که تهران، فارس، تبریز، مشهد و اصفهان بود، پنج هنرستان رو آلمان ها تجهیز کردن. بقیه ماشین‌آلات رو آلمان هدیه کرده. رو هر ماشینی این پلاک برنجی خورده بوده. ساخت اونی که ملاحظه میکنید تو این نماد نشون داده میشه، اولی یک ساختمون یک طبقه است. بعدن این برای توسعه به ساختمون دو طبقه تبدیل میشه. پله‌ای که مشاهده میکنید و اون بنای سنگی که اونجا گذاشتن به عنوان یاد بوده مدرسه ایران آلمان، به آلمانی هم اونجا نوشته ارباوت. کسی که این نوع ساخت تأسیس کرد، عرض کنم بنیانگذارش در حقیقت این آقای اوتو شتولتزه. بین 1907 اینجا تأسیس میشه، ساختمون ساخته میشه، ولی شاگردان بین 7 تا 8 در خیابون باستیون، اون برای چهارراه حسن آباد کنار همون فروشگاه سپه، اونجا یه ساختمونی بود، خونه خود آقای دکتر گوستاف پیترز بوده، اولین رئیس مدرسه آلمانی که اینجا یواش یواش وقتی اینجا ساخته میشه خوابگاه هم داره. یعنی شاگردای شهرستانی در خوابگاه بودن و حتی از رجال مملکتی اینجا معیار بودن، در همینجا ازشون پذیرایی شبانه روزی میشده. بودجه‌ای که دولت آلمان میداده و دولت ایران میذاشته و بخشی از مردم سرمایه‌دار زمان همون مظفرالدین شاه که در با دستور مظفرالدین شاه اینجا احداث میشه دیگه، یعنی با موافقت ایشون و همکاری دولت آلمان و
امپراتور آلمان این اتفاق میفته، مدرسه ساخته میشه و شاگرد ارز کنم که با 40 تا شاگرد شروع میکنه. این ساختمون هم ادامه پیدا میکنه تا 1337 این ساختمون وجود داره، با همون شکل اداره میشه. بعد برای توسعه مدرسه، ساختمون هم قدیمی و فرتوت شده بوده، اون ساختمون خراب میکنن، جاش اون ساختمون سفید که اون روبرو اگر دوربین به چرخ اون طرف رو ملاحظه بفرمایید، اون ساختمون آموزشی ساخته میشه. رشته های اصلی این هنرستان در سالهای اولیه فعالیت آهنگری، برق، صنایع اتومبیل و ساختمان بود که حالا به 6 رشته الکترونیک، الکتروتکنیک، مکانیک خودرو، ماشین ابزار، صنایع چوب و مکاترونیک ارتقا یافته. نام این مدرسه در سال 1360 به هنرستان شهید بهشتی و سال 1389 به هنرستان ماندگار صنعتی تهران تغییر داده شد و در همین سال به فهرست مدارس ماندگار کشور وارد شد. در 1337 قراردادی که بین ایران و آلمان بسته میشه، هم استاد میفرستن هم تجهیزات کامل رو میفرستن. هنوز تجهیزاتی آلمان ها در ایران فرستادن در این هنرستان، بعضیش هنوز تو گریس عبد قطعات ابزارهایی داریم، هنوز تو گریس دست نخورده است. موافقت دولت آلمان را با تضمین سرمایه گذاری در صنعت ذوب آهن و سایر صنایع ایران در واقع میتوان شروع فصل جدیدی در اقتصاد ایران دانست، زیرا این موافقت موجب خواهد شد که در راه صنعتی کردن مملکت و تعادل بین کشاورزی و صنعت و افزایش قدرت تولید کشور و نیروی فعاله مملکت گام‌های بلندتری برداشته شود. مدارس ماندگار خب به هیچ وجه اجازه تغییر ساختار رو ندارن. ساختمونی که پشت سر من مشاهده می‌کنید مرمت شده، یعنی اصالتش حفظ شده به همون شکلی که بوده، حتی پنجره‌هاش فقط مرمت شده که از اون حالتی که رو به تخریب بود تقریبا از سمت پشت بام اصلاح شد و به سمت پایین اومد و نقاشی شده، نما که توی ساختار اولیه‌اش حفظ شده باشه.